خاطره ای رو آقای فرهنگ ایشان بیان کردن که به نظر من بسیار جالبه. گوش بکنید. موقعی که ما منتظر در وزارت خارجه ایران منتظر هلیکوپتر بودیم، من میدونستم احمد سلامتیان که خوب منتظری رو میشناخت به من گفته که منتظری مخالف گروگانگیریه و تو احساس راحتی بکن که هرچی بخوای بهش بگی. و من داشتم به منتظری میگفتم که این گروگانگیری حیثیت ایران رو از بین برده و این اصلا برای ایران ایرانی میفهمید اینا؟ نه تنها میفهمید، گوش بده. گفت به من، گفت داستان برادر حاتم طایی رو شنیدی؟ گفتم که نه. گفت برادر حاتم طایی تصمیم گرفت حاتم بخشی بکنه، سخاوت بکنه، کسی محلش نذاشت و بعد آخر سر تصمیم گرفت که بره توی چای زمزم بشاشه. این کارو که کرد همه از خودش صحبت کردن. حالا امامم با این گروگانگیری رفته توی چای زمزم شاشیده و خوششه که دنیا داره راجبش حرف میزنه. برای من اصلا تعجب آور بود که این رو که اون زمان هنوز قائم مقام رهبری بود. بله، 13 دسامبر 1900، یعنی از همون موقع منتظری میدونستش یه کاری بود شاید زمزم کرده. برای که موقعی که تو اتاق خمینی نشست، خمینی اینجا نشسته بود، من اینجا نشسته بودم، قطب‌زاده اینجا، معین‌فر اینجا و آیت الله منتظری اینجا. موقعی که صحبت میکردیم گفتم یک خمینی یه چیزی گفت که منتظری گفت اون طول میکشه. خمینی دستش از زیر عباش در گفت شما به این کارا کاری نداشته باشید. جدی میگی؟ عجب دیکتاتوری بودم. حتما میدانید که محمد رضا شاه پهلوی زمانی که ولیعهد بود با فوزیه خواهر فاروق پادشاه مصر ازدواج کرد، نخستین ازدواج پادشاه فقید ایران، و بسیاری نامهای ایرانی هنوز در مصر هست. نگاه بکنید به شهر ایران یعنی خیابان ایران، و همینطور نگاه بکنید به میدان تهران. بله، خیابان ایران و میدان تهران، و باز هم تصویر دیگری از خیابان ایران، و اما خیابانی به نام خلیج فارس. خیابان خلیج فارس در موقعی که همه عرب ها میخوان اسم عوض بکنن گذاشته بودن خلیج فارس، و موقعی که عوض کردن نوشتن خلیج فارس سابق. نگاه بکنی جالبه، خلیج فارس سابق در مصر. و بالاخره خیابانی به نام مصدق، دکتر محمد مصدق. خیال میکنم در هیچ کجای ایران خیابانی به نام مصدق نیست، اما در قاهره خیابانی به نام مصدق هست.